فوتبال بدون دروازه، بدون توپ، ماورای پیس. سلام و درود خدا بر شما باد. در یکی از ویدیوهای ماورای پیس دیگه اومدیم در مرز بیقانونی بدون هیچ قانونی فوتبال بازی کنیم، بدون دروازه، بدون توپ، اما گل میشه. چگونه؟ میبینیم با هم دیگه. لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب فرمایش. اگه دوست دارین که این ماورای پیس بیشتر بذاریم، باید لایک کنی ویدیو رو. عزیز دادم یه کامنت خوشگل هم بذار. قربون شکلت، بریم سراغ ویدیو. نذاشتی هم بهت نداره. حالا این هی حرف میزنه، اشکال نداره. بریم. بله، بازی شروع میشه بدون توپ. شما توپی رو در زمین مشاهده نمیکنید و ولی بازیکنان دارن پا به توپ میکنن. اگرم توپو برسونید به دروازه‌بان، دروازه‌ای وجود نداره. اما اگر که شما گل بزنید، آیا تو گل حساب میشه بعد یا نه؟ الان ما تو بخش تمرین هستیم، اصلا هم شما توپی رو زمین مشاهده نمی کنید. یا علی، ببین اصلا توپه نیست، من نمیدونم یه دارن چجوری پا به توپ میکنن. یا علی به خدا، انگار اینجا جن ظاهر شده. پاسو بده رو جلو، بذار یه دونه شوت بکنیم خدایی. پاسو بده لیواندوفسکی، لیوان برسونه اونور، خود لیوان بیاد بزن شوتو. چی شد؟ از سب کن حرام، هیچی معلوم نیستش. مثلا این توپه آنها کن، هیچی نیست رو زمین، هیچی رو زمین نیست. توپ الان گرفته دروازه، مثلا توپو مشاهده میکنی، دروازه مثلا توپو گرفته میندازه سمت راست. اگه همش اینا شعبد بازی، یعنی اگر یک زمانی شما توپ نداشتی باید اینجوری دستو بگیری هر تا بکنی. الان اینجا دقیقا اون زمانیه که شما میرید تو مدرسه و توپ ندارید، این کار باید انجام بدید. یا ابل فرز، به خدا خواب نبینیم شب، خدا رو شکر که آها در اومد. سب کن، اولا که من میخوام ببینم که گل شدن گل میشه یا نمیشه، و اینکه توپ من شوت بکنم اگه گل شد از یعنی توره هستش یا نه، همینجوری ویشی میگیره میره. چه قوی این شما انقدر، این صدای اومد فکر کنم گل شد آقا، گل شد، این مثلا گل شد. ولی سب کن، ای وای ندیدم که رو تو رد میشه یا نه. چی دارم میگم، وای دیوونه چی دارم میگم، توپ از تو تور رد میشه یا نه؟ خود توپ اصلا نیست، تور هم نیست اصلا، چی از تو چی رد بشه؟ بده به این، الان مثلا تو یه دونه بچرخ به داخل کاشتر. الان بریم بازی اصلی هم انجام میدیم، ببینیم که داستانش از چه قراره. ولی فکر کنم خدا وکیلی این توپ رو باید بیارم، اصلا نمیفهم داره چه اتفاقی میفته اینجا. کاتدار بزن، گل شد. آها این گل شد، این گل شد. نگو دقیقاً نشون داد توپ کجا خوردم، اینو متوجه. حالا این توپ تو دستشه یا قابل فضل نباس؟ بله، الان توپی رو تو زمین شما مشاهده نمی کنید. اگر بخواین کاشته بزنید باید از اون فاصله این بالا که نمیشه فاصله تو دروازه تشخیص بدی فقط، وگرنه هیچ جوره نمیتونید تشخیص بدید. مثلا ما اینجا یه کاریم، مثلا کاشتیم، حالا مثلا ما میگیم کاشتیم، دروازه هم که نیست، توپ هم که نیست، چجوری باید تو میخوای ضربه رو بزنی؟ حالا این در اومد. الان من میخوام برم بازی اصلی کنم ولی شاید توپو حذف کنم، خیلی سخته اینجوری. کوفت بزن شوتو. آها این گل شد، این الان گل شد. مثلا پنالتی واسه هم خیلی سواله دیگه، اینجا رو دیگه باید یه جوری گلش کنیم. اون دوتا تیرا تیرک نیست، اون دوتا تیرایی هن که تورو نگر میدارن. آها این فلشه به داد ما خواهد رسید، یعنی از روی این میتونی تشخیص بدید تیر دروازه مثلا کجا ناکو، اینجوری تیر دروازه اینجا ها میشه تقریبا. و شما مثلا اگر اینجا تیر دروازه است باید بزنید مثلا اینجا، دوستان بزن اینجا، گل میخوره این یا نه؟ با نه به اون که با توپ ریز 8 گل خورد از 10 تا، نه به تو که یه دونه هم نمیخوری با هیچی. آه این صدا نشانه گل است. ببین الان میخوام یه دونه بازی بکنم، توپو بیارم دروازه نباشه، ببینم که میتونم بدون دروازه با توپ اینا رو ببرم یا نه. یه بازی هم میخوام بکنم توپه نباشه دروازه باشه. بله، بازی شروع میشه، بازی رئال و بارسا در چمپیونز لیگ در بازی ورزشگاه نیوکمپ بدون دروازه با توپ میخوام ببینم بدون دروازه من رئال رو میبرم یا رئال منو میبره، که گزینه اول درسته. بالاخره توپ ظاهر شد، توپ اومدش داخل بازی. ای بابا، ای بابا، اصلا دروازه نیستش. من نمیدونم شما دارین چجوری بازی میکنین، باز ما یه دونه تو کوچه سنگ چیزی میذاشتیم، شما اصلا هیچی نداریم که. گل خوردیم آقا، توپه تو تور رد نمیشه. اینا کسافت ربات هم میدونن دقیقا دروازه کجاست. نگاه کن دروازه من موندم، اصلا ما هیچی، اون چجوری میفهم کجا باید واسطه. بیاین بزن شوتو دیگه، چپ و راست داره بازی رو باز میکن. علی چقدر بد سوت میزنه. بازی شروع کن، الان مهدی خان برمیگرده، شما کامبک رو داشته باش، در بخط تو بگی هیچ کاری نمیتونه. آفرین،
بده وسط شوت. ای کسافت در آور توپو. ای بابا جوردی حال بود بابا. رفت الان میخواد چیکار بکنی؟ مثلا گول شد. دقیقا حس نقی رو دارم وقتی کشتی و باخت. آفساید نیست، غلط اضافه میکنم. بزن شوتو. داشت دروازه نیست نمیبینه خب کجا بزنه. بزن یه شوت بزن. گل شد توی دروازه. حالا مسی خان گل زد بدون دروازه. این نشون میده که انسان با هوشش میتونه ربات رو به خون زمین به خون سر جاش. مثلا اونجا شوتو بزن. ای خدا نزن زیرش. الان بدون توپ بازی کنیم دروازه ها باشن. آقا بدون توپ بازی کنیم دروازه ها باشن. ببینم تو میبری یا من. بریم بله بازی شروع میشه در ورزشگاه بارسلونا. این دفعه بدون توپ میخوایم بازی کنیم. دروازه ها هستن فکر کنم. رفتن یا نه؟ نرفتن. دروازه هستش. توپ فقط نیستش. الان با آرسنال بازی داریم چون رئالمون درستمون رئال نگرفتم. ببینم که الان ما زورمون به ربات جماعت میچربه یا اینکه ربات جماعت باز دوباره ما رو میبره. پاسو بده. حرکت کن عزیز دارم. فقط بارسلوناش هم درست نیست. فقط کیدش درسته. خیلی سخت. خدای بدون توپ خیلی سخت تر از بدون دروازه است. دروازه رو تو شوت میکنی خودش حالا میره همینجوری. یعنی شوت منوال که نیست ولی اینجوری خیلی سخت تره. توپ اصلا رو زمین داره قلی میخوره نمیبینمش. ببین آها این دوباره توپو میبینی خط کشیده روی زمین. ببینم زوم کن روش. الان من اینو بلدم که میگن که بعد چهارمی و مثلا هدف بگیری بعد اینجوری بزنی این گل احتمال زیاد. تیرک خورد. وای ببین اینجا فقط باید حس ششمت بازی بکنی. اصلا حس چشایی و بویایی و بینایی تاثیر نداره. فقط حس ششو. برو. نه خیلی داری داخل میاد. حالا بده بیرون. بزن شوتو. ای کسافت. ای پدر سوخته رو برد. این ویدیو هم ترسناکه هم عجیبه هم ماورایی. اصلا یه چیزی واسط بگم. وای دیوونه شدم. یه لحظه صبر کن. وایسا جلوش سانت کنه که دیگه هیچ. اوت شد خدا را شکر. تو پاسن تو فرود اومد. سانتر هدو بزن. اگه رفت بیرون زبدره را دیدم کنار دروازه. ببین من گل خوردم یا علی به خود. تا اینجاش خود. ببین دست خدا هم راه بوده گل نخوردیم. من میگم ما که اول آخر گل رو میخوریم. خب بیا یه کار کن گل بزنیم. گل بزن. ای در اومد توپ. ببین الان میدونی ترسناکتر از اینا چیه؟ ترسناکتر از این چی اینه که تو شوت کنی بخوره تو سر یکی. یعنی انگار یکی زدتت ولی اصلا نمیفهمی از کجا خوردی. کو خدای نه 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 وای بزن بره. من نمیبینم فقط مربع رو بزن بره. ای وای جلوشو بگیر. کش زیرش. توپ کجا رفت بزن بره. اینم بگه کش زیرش که مهدی خان دیگه دور چربی بده هرچی رباته داداشم. بله میبره مهدی خان. مهدی خان میبره. همیشه برنده بود. حالا فکر نکن چهار تا ربات اومدن بازی کردن ما رو بردن. داداش ما توی استادیوم بارسلونا فقط داریم بازی میکنیم. خب اگر استادیوم دیگه ای بازی کنیم امکان داره که مثلا کل استادیوم آفتاب باشه سایه تو معلوم میشه یا نه؟ صبر کن. این استادیوم هست این که همیشه میریم. این روز باشه آفتاب باشه بازم سایه تو معلوم میشه یا نمیشه؟ اصلا سایه‌ش هم معلوم نیست. ضربه پنالتی میخوام تست کنم دیگه. آخرین بار ببینم چه اتفاقی میفته اگه ما بدون توپ بخوایم ضربه بزنیم. اصلا اینم من نگیرم. خب اینجوری همینجوری ساده بسنم. خب زدم سمت راست پایین. گل شد. و دروازه بان خیلی مثلا عجیبه که تشخیص میده پدر سوخته. یکی دیگه بزن سمت چپ پایین. آها بسیار زیبا. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر که دوست دارید واقعا ویدیوهای ماورای پی اس باز هم بسازیم و بهترش بکنیم حتما لایک کنید ویدیو تو رو خدا. این ویدیو زحمت زیادی واسش کشیده شده هم من هم بچهای ادیتور پی اس. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب کنید. فراموش پلن تا ویدیوهای بعدی. ما شبکه پویا زیاد نگاه نکنید. شبکه پویا زیاد نگاه میکنید میبینید تو فاز آنشلی و سوباسا و الانم ساعت 5 نیم داره پخش میکنم. من نگاه میکنم شما هم نگاه کنید. بالاخره کودکی درون داره هر کسی.